این پوشه یه Final کات Pro یوزر دیتا یک کاربرد خیلی مهمه دیگه هم داره که تو این درس ما هم می‌بینیم وقتی شما Final کات رو باز می‌کنید این ولکام اسکرین البته این که نه این ولکام اسکرین ظاهر میشه و شروع میکنه به لود کردن Final کات و همینطوری شروع میکنه به حالا لود کردن پلاگیناتون و و و و بالاخره شروع میکنه به باز شدن گاهی از موارد توی البته خیلی کم مثلا شاید یک تر هزار نمیدونم من تو کل این مدت دو بار بیشتر ندیدم ولی از اونجایی که ممکنه براتون پیش بیاد به حال من خدمتتون میگم به جای اینکه فاینال کاتتون باز بشه به جای اینکه به این مرحله شما برسید فاینال کات پرو توی همین مرحله میبونه و کویت میشه بعدش یعنی به جای اینکه باز بشه بسته میشه کاری که شما میتونید بکنید که شما بعد بیایید توی همین پوشه در واقع هوم دایرکتوریتون، یوزر لایبرری پرفرنسز کات پرو یوزر دیتا و این سه تا پریفرنس یعنی فاینل کات پرو شیش حالا یا هر ورژنی که دارید پریفرنس فاینل کات پرو آبجکت کش و فاینل کات پرو کش و یک عنوان دیگه که این هم خیلی مهمه که اینجاست در واقع com.apple.finalcut اپل کات البته اگر بتونم پیداش بکنم اینجاست com.apple.finalcutpro.plist این رو بنزین توی صد لاشقال فانال کات یوزر دیتا این ستا رو هم بنازین توی سطل آشغال و یک بار دیگه فانال کاتتون رو باز بکنید این کار توی 80 90 درصد مواردی که این مشکل خاص پیش میاد البته میگم من واقعا دو سه مرتبه تا اینو بیشتر ندیدم ولی توی اون مواردی که دیدم این مشکل رو حل کرده یک نکته خیلی خیلی مهمی رو توجه داشته باشید اگر فاینال کات شما داره درست کار میکنه اگر هیچ مشکلی با فاینال کات ندارید و مثلا نمیدونید یک کاری رو چجوری باید تو فاینال کات انجام بدید یا یک چیز خاصی رو دنبالش دارید میگردید این پرفرنس ها رو ترش نکنید اینها رو دور نندازید اصلا اشکال خب طبیعتا از خود فاینال کات نیست هر وقت که فاینال کات کار نمیکرد و باز نمیشد فقط این سه تا چهار تا عنوانی که من بهتون گفتم یعنی این سه تا به علاوه این کام رو بنزید توی سطح یک بار دیگه فانکات رو باز بکنید و احتمالا م... مشکلتون حل میشه البته زمانی که این پرفرنس ها رو ترش میکنید نباید فانکات باز باشه یعنی فانکات رو ببندید پرفرنس ها رو دور بنزید و دوباره فانکات رو باز بکنید اگر فانکاتتون درست کار میکنه و این کار رو انجام بدید بدون شک مشکل خواهد پیدا کرد یعنی طبیعتا این کار فقط به عنوان یه کار خیلی استراری توی موارد خاصه یه پلاگین خیلی ساده هم اینجا هست که اگر نمیدونم شاید شما تو اینترنت دیده باشید به اسم FCP Rescue 6 که مجانی هم هست این چیز کوچولی که شما اینجا بینید که وقتی روش دابل کلیک بکنین باز میشه دقیقا همین کار رو برای شما انجام میده همونطور که شما اینجا بینید به من اختار میده که فانکاتت بازه بعد ببندیش من خب میبندمش و حالا این میتونم از اینجا ترش رو بزنم و دقیقا همین کاری رو انجام میده که ما توی این قسمت با هم دیدیم ولی ترجیحا اگر فاینال درست کار میکنه اصلا این پریفرنس ها رو ترش نکنید